تقریبا حدود یک قرن پیش جامعه شناسان غربی رفتن تو این فکر که ما همش میشینیم مردم زمان خودمون رو بررسی میکنیم، جامعه بشریت امروز رو میبینیم، یه کاری بکنیم، برگردیم به تاریخ 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، ببینیم انسانهایی که اون اوائل زندگی میکردن اونا چجوری زندگی میکردن. جامعه بشریت 2000 سال پیش رو زیر ذره‌بین بگذاریم، جامعه بشریت امروز هم همینطور، بعدن بگردیم ببینیم آیا نقطه مشترکی بین انسان امروز و انسان گذشته پیدا میشه یا نه. حالا چه نتیجه‌ای داره یه همچین بحثی؟ اینا فرضیه‌شون این بود که اگر ما بتونیم نقطه مشترکی پیدا بکنیم بین انسان امروز و انسان 2000 سال، 3000 سال پیش، این میشه شاه کلید نجات بشر. چون یه چیزیه که انسان‌ها ولو زندگیشون تغییر کرده، اما از 3000 سال پیش تا الان یه همچین چیزایی مشترک باقی مونده. خب ما چجور بتونیم از زندگی انسان 2000 سال، 3000 سال پیش با خبر بشیم؟ گفتن آقا تنها راه اینه که ما بریم سراغ علم باستان شناسی. اومدن آثار باستانی مختلفی که از انسان‌های اولیه به جا مونده بود اینا رو گذاشتن کنار هم دیگه، تصاویرشون نشستن بررسی کردن. عکسایی که از تو غارها پیدا شده بود انسان‌های اولیه این عکس‌ها رو چشیده بودن، بعدن یه سری حکاکی‌هایی که روی سنج‌ها دیده شد، همه اینا رو گذاشتن کنار هم دیگه، از یونان باستان، مصر باستان، از ایران قدیم، از افریقا، امریکا، هر چی که پیدا کرده بودن اینا رو گذاشتن مقابل هم دیگه بررسی کردن، با کمال تعجب به یک نکته ظریف رسیدن. دیدن آقا ما تو همه این عکس‌ها چه نگاه می‌کنیم؟ تغذیه، پوشاک، مسکن، اینا جزء نیازهای ضروری و اولیه و مشترک بین تمام انسان‌ها بود. خب این یه چیز طبیعیه. اما علاوه بر این نیازهای ضروری جسمی که ما مشترک می‌بینیم بین انسان‌ها، متوجه شدن که انسان‌ها همیشه دنبال چیزی به نام پرستش بودن. به این صورت چه تو تصاویری که به دست آورده بودن دیدن آقا بالاخره انسان همیشه در مقابل یک قدرتی گردن کج کرده. حالا یه موقع جلوی بت بوده، بعضی وقتا در مقابل ماه، ستاره، خورشید، یه موقع مظاهر طبیعت، مثلا مقابل یه کوهی، یه درختی یا یه حیوانی رو شروع کرده بپرسته. نقطه مشترک زندگی تمام انسان‌ها و زبانی که همشون با هم دیگه داشتن پرستش بود. برای همین هم هست که شما میبینید از تقریبا یک قرن پیش تا برسه به زمان ما، دیگه در کشورهای اروپایی با اصل دین و پرستش مخالفت نمی کنن. یه زمانی عجیب با اصل دین مبارزه میکردن چه آقا چیزی به نام دین افیون ملت هاست، حذفش بکنید، به درد بشر نمیخوره، ولی به این نتیجه رسیدن چه نه بابا جان، مسئله دین، دینداری و پرستش اصلا تو خون انسان هاست. یعنی اصلا یه نیروی درونی انسان رو میکشه به این سمت که بیفت تو مسیر پرستش. جالب اینجاست، این مطلبی رو که جدیدن دانشمندان بهش رسیدن، قرآن ما 1400 سال پیش بیان کرده. حضرت حق خطاب میکنه به وجود مقدس و نورانی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، میفرماد پیغمبر ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. پیغمبر اگر بری از همین بت پرسته، خورشید پرسته، آتش پرسته، از اینا بپرسی که شما اعتقادتون چیه، چه کسی این آسمان و زمین رو خلق کرده، همون بت پرست و آتش پرست و دیگر پرست همونا میان میگن الله. یه چیز تعجبیه، همون کسی که بت رو میپرسته بهش میگیم چی آسمان و زمین رو خلق کرده، میگه الله. ولی تا که بهش میگیم الله رو نشون بده، بت نشون میده، اون یکی ستاره نشون میده، اون یکی خورشید نشون میده. حالا چی میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم؟ از جمله نکاتی که در باب دین و وظیفه دین بیان شده اینه که انبیاء الهی از جانب خداوند متعال مأمور شدن
که بیان اون فطرتی را که در درون انسانها هست هدایتش بکنن. این جمله امیرالمومنین رو دقت بکنید. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمان و واتر الیهم رسله لیستعدوهم میثاق فطرته. فرمودن خداوند متعال انبیاء خودش رو فرستاده به سمت مردم تا انبیاء بیان فطرت رو هدایت بکنن، انبیاء الهی بیان به یاد مردم بیارن اون عهد و میثاق فطری رو و ازشون درخواست بکنن چه آقا ادا کنید اون عهد فطری رو چه با خدا بستید. یعنی حواستو جمع کن، این فطرت خدا پرستی رو خرج بت نکنی و اینا، خرج ماه و ستاره و نمیدونم خورشید و این چیزا نکنی و باید همه این قدرت درونی خودت رو خرج خدای یگانه بکنی.